بینندگان عزیز، برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. دانشمندان یک دستگاه جدید و غیر تهاجمی تحریک مغز ساختند که می تواند پیام های مشکل ساز مرتبط با درد مزمن بدن را مختل کند. پژوهشگران می گویند این دستگاه می تواند به کاهش مصرف مسکن های حاوی مخدر کمک کند. در حالی که داروها می توانند به درمان درد کمک کنند، این داروها باید مکرر استفاده شوند و اغلب عوارض جانبی قابل ملاحظه ای از جمله اعتیاد دارند. پژوهشگران امیدوارند که دستگاه جدیدشان موسوم به دیادم بتواند راه حلی عملی و غیر تهاجمی برای بیمارانی باشد که به این نوع عارضه های تغییر دهنده زندگی دچارند و دنبال درمان های جدید می گردند. پاپ فرانسیس 87 ساله که تور آسیای جنوب شرقی خود را از اندونزی آغاز کرده، در بازدید از بزرگترین مسجد این منطقه از آسیا مقابله با افراطی‌گری مذهبی و تغییرات اقلیمی را اولویت اصلی خود خواند. پاپ در بیانیه مشترک با ناصرالدین امام اعظم اندونزی به دو بحران جدی انسان زدایی و تغییرات آب و هوایی که جهان با آن مواجه است اشاره کرد. پاپ همچنین از مردم اندونزی و جمعیت زیاد خانواده های این کشور تشکر کرد و از همه مردم جهان خواست مانند مردم اندونزی نگهداری از بچه را به نگهداری از سگ و گربه ترجیح بدهند. تیمی از محققان در اتریش و آمریکا می گویند توانستند برای نخستین بار ساعتی بسازند که برای اندازه‌گیری زمان از هسته های اتمی توریم استفاده می کند. سال هاست که دانشمندان در سرتاسر جهان برای رسیدن به ساعتی با بالاترین دقت ممکن تلاش می کنند. پس از ساعت های معمولی که برای قرن ها رایج بودند، ساعت های اتمی ابداع شدند. ساعت‌های اتمی برای دقت‌های بالاتر و دوره‌های زمانی طولانی بسیار قابل اتکا هستند، به این معنی که دانشمندان می‌توانند جهت انجام برخی از اندازه‌گیری‌های حساس به آنها اعتماد کنند. مصرف بیشتر سبزیجات، میوه‌ها، حبوبات، مغزها، ماهی و غلات خطر ابتلا به کوید شدید را کاهش می‌دهد. محققان اندونزیایی در مقاله‌ای که در مجله پلاس وان منتشر شد بررسی کردند که یک سبک زندگی خاص چگونه می‌تواند بر احتمال ابتلا به کووید 19 تأثیر بگذارد و دریافتند که پیروی از رژیم غذایی مدیترانی ممکن است این خطر را کاهش دهد. مطالعات متعدد از ارتباط میان بیماری کووید 19 و التهاب در بدن خبر دادند و بر نقش التهاب در ابتلا و شدت این بیماری تأکید کردند. رژیم غذایی مدیترانی هم به خواص ضد التهابی آن شناخته شده است. باستانشناسان در جریان کاوش اضطراری محوطه‌های باستانی کوه دشت بقایایی از یک آتشکده دوران ساسانیان را از دل خاک بیرون کشیدند. حدود 4 سال قبل از آن نیز بقایای یک کوشک ساسانی به علاوه دو کتیبه باستانی از دل خاک بیرون کشیده شد. گفتنی است شهرستان کوه دشت در استان لرستان آثار بسیاری از ایران دوران باستانی و به خصوص دوران دوره ساسانیان را در خود جای داده است. برخی از این آثار نیز طی سالهای اخیر کشف شدند.